من درست میفهمم اگه اسلاید رو نشون بدم بینندگان گرامی. حالا آیدیتو یه سفت اختراع دارن که این اختراع به دنیا کمک کرده که در حقیقت و به خصوص به کودکان و نوجوانایی که افرادی که در آستانه ورده به نوجوانی هستن کمک کرده که از این دستگاه که الان دوستان الان عکسشون نشون میدن نجات پیدا بکنه. خب آقای دکتر در مورد اختراعتون هم توضیح بدید و اینکه تکنیک هایی که برای آوردن فک بالا به سمت جلوتر و سر جای خودش، چون حالت طبیعی این بود که حالا مثل این عکس که الان این بچه تو این سن و سال بعد این دستگاه رو به صورت خودش داشته باشه خیلی آزاردهنده. ببینید این دستگاهی است که قبلا استفاده میشده، بهش میگن فیس ماسک. خوب. که این برای اینکه فک بالا فک بالا به سمت جلو بیاد، اون کشهایی که از اون میله هایی که خارج دهانی هست به دستگاه داخل دهانی وصل میشه، فک بالا رو میکشه میاد به سمت جلو. این دستگاه قدیما استفاده میشد، شاید امروز شما کمتر تو خیابون ها و یا مراکز ببینید که دستگاه های خارج دهانی، شاید قدیم ها بیشتر این دستگاه ها دیده میشد. این دستگاه خب مریض وقتی بخواد استفاده کنه خیلی مشکل داره، چون از پیشانی حمایت میشه و از چانه و یه چیز خیلی بزرگی روی صورت بیمار قرار گرفته و این خب خیلی بزرگه، به خصوص در فصل گرما. بیمار ممکنه که این زیر پیشانیش و زیر چانهش در واقع عرق بکنه، آزارش بده، به خصوص بیماری که بخواد عینک بزنه بیمار این رو استفاده نمی کنه. گاهی وقتا به بیماران وقتی ما این دستگاه رو میدادیم، فرداش بیمار میومد مطب میگذاشت روی میز، پدر مادر میگفت که بیمار من فقط یک روز از این استفاده کرده، دیگه از این استفاده نمی کنه. چندین بار این اتفاق برای من افتاد که ما این، چون این مرجع ماست تو کتاب های ارتودنسی این دستگاه رو به بیمار میدن، یک پدر مادری به من مراجعه کرد که بچه من رو نمیگذاره. گفتم آقا این نگذاره، این باید به سمت جراحی بره، چون دستگاه ما این است. این البته مربوط به چندین سال قبل هست که من ابتدای کار بودم، هی به خودم فکر میکردم که من چه بکنم که از این دستگاه بیمار رو نجات بدم، یه دستگاه کوچیکتر رو به بیمار بدم که این استفاده بکنه، چون اگه استفاده نکنه به سمت سوی جراحی میره، چون اون کشایی که توی این دستگاه قرار میگرفت فک بالا رو بیاره به سمت جلو، این کشها و اون نیاز به اون دستگاه خارج دهانی بزرگ بود. خب من، یه مادری اومد به من گفت بچه من نمیگذاره، خب میخواد بره سمت جراحی. من خب خیلی دوست ندارم بیماران جراحی بشن، چون یه درمان تهاجمیه، هر چقدر بتونیم با دستگاه ساده باید این درمان رو انجام داد. همینطوره با خودم روزها میرفتم که این مشکل وجود داره، چه بکنیم. بعدن یک دستگاه داخل دهانی ساده تر رو ابداع کردم که در واقع بهش میگیم تانک پلیت، که توی ژورنال های خارجی این رو من به چاپ رسوندمش در چندین تا ژورنال های بین المللی و بعدم تونستم ثبت اختراع آمریکا را از این دستگاه بگیرم و اون دستگاه را به بیمارانم میدهم در مطب. ببینید دستگاه کوچکتر، داخل دهانی هست، با فشار زبان فک بالا رو به سمت جلو هدایتش میکنه. اینجا این دستگاه خارج دهانی، حالا بینندگان اگر یه بار دیگه ببینن، این کش فک بالا رو میاره به سمت جلو، ولی تو اون یک دستگاهی رو در داخل زبان میگذاریم و ببینید بینندگان دارن میبینن اینجا، این کش فک بالا رو میاره جلو و این دستگاه خارج دهانی نیاز داره که بیمار بگذره، ولی تو اون دستگاه تانک پلیت ما دیگه این دستگاه خارج دهانی وجود نداره. اسلاید بعدیتون هست دستگاهتون؟ دستگاه حالا تو اسلاید بعدی اگر باشه نشون میدهیم. دستگاه فقط در داخل دهان قرار میگیره و خیلی کوچیکتره، داخل دهانی است، این دستگاه خارج دهانی بود. خب وقتی که این دستگاه رو بیمار استفاده بکنه، فک بالاش میاد به سمت جلو. یه خوبی داره که اون دستگاه داخل دهانی است، کوچیکه، بیمار زیاد استفاده میکنه. دستگاه خارج دهانی رو بیمار شاید یک ساعت بذاره، دو ساعت بذاره، سه ساعت بگذاره. وقتی تو خونه است، تو مدرسه نمیخواد بگذاره، تو مهمونی نمیخواد بذاره، وقتی تو خیابون میره دوست نداره بگذاره. حالا بگذاریم از امروزه که حالا تو خونه هستم به خاطر شرایط کرونا، ولی قبلا که اینطور نبود که مریض اکثرا بیرون بود. اکثرا ماسک هم کمک میکنه، نه این ماسک هم کمک میکنه، ولی شما تجسم کنید کار قراری ماسک بزنه، یه دستگاه خارج دهانی بزرگم رو صورت بشه، طرف کلافه میشه، ما خودمون گاهی وقتا کلافه میشه. توی دانشگاه این ماسک رو میزنیم، بعد از اون میریم مطب ماسک رو میزنیم. خب به هر صورت آدم سختشه که این دستگاه خارج دهانی رو صورت خودش بگذاره. خب این دستگاه که شما به هر زحمت کشیدید و اختراع کردید و
کمک بزرگیه در حقیقت، هم به جوان‌ها و نوجوان‌های ایرانی و هم به بچه‌های کل دنیا دیگه. گفتی ثبت اختراع هم شده. ثبت اختراع وقتی که در ژورنال‌های خارجی چاپ میشه تمام دنیا بهش دسترسی دارن و تمام همکاران دیگه من در خارج از کشور رو، آلمانی و همینطور ایتالیایی من که با من به صورت نزدیک دارن کار میکنن، از این دستگاه گذاشتن به برای بیمارانشون. وقتی یه چیزی رو ما امروز چاپ میکنیم به خاطر اینترنت به راحتی همگان به همه چیز دسترسی دارن. بله بسیاره. خب دوستان